سر خط خبرها. هشدار مقام قضایی درباره احتمال تکرار اعتراضات عمومی در ایران. رئیس دادگستری اصفهان میگوید برای 8 نفر از معترضان 3 سال اخیر حکم مفسد فی الارض صادر شده. ویروس کرونا، این دست رو اگر صابون زدیم و شستیم مسئله تمام میشه. اونجا دیگه اون دست با صابون زدن و شستن تمام نمیشه، جز قطع شدن چاره ای نداره. حمایت رهبر ایران از رئیس پیشین قوه قضاییه آیت الله خامنه ای میگوید مبارزه با فساد از دوران لاریجانی آغاز شد. همزمان با گزارش حمله هوایی آمریکا به مواضع طالبان در زابل و قندهار، سی ان ان میگوید 4000 سرباز آمریکا از افغانستان میروند. و اعزام ارتش برای مقابله با شیوع دوباره کرونا در بخشایی از ایتالیا. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. رئیس دادگستری استان اصفهان در نماز جمعه این شهر از صدور حکم مفسد فی الارض برای 8 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌ها در این استان خبر داده و آنها را معاندان نظام خوانده است و همینطور هشدار داده در صورت تکرار این اعتراضات برخورد با معترضان به گفته او قاطع خواهد بود. علی همدانی گزارش می‌دهد. حاجی تیر زدن، من گفتم مشقیه. یا خدا، یا خدا آجی، جدی دارم میزنن، یارو افتاده. 7 ماه بعد از انتشار گسترده تصاویری مانند این، تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان آبان 98، اعتراضاتی که با گران شدن قیمت بنزین شعله ور شد اما بعد دامن همه نظام را گرفت. شهرهای مختلف اصفهان از کانونهای اعتراضات آبان ماه. دیروز رئیس دادگستری استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این شهر که توسط رادیوی محلی اصفهان پخش شده خبر از احکام تازه داده به عنوان مژده در هفته موسوم به قوه قضاییه ایران. در اختشاشات 98-96 الان 7-8 مورد پرونده‌ای که نهایی شده و حکم افساد فی الارض افرادی که مجامع امور با آتش کشیدن و ارتباطشون با بیگانگان ثابت شد صادر شده و در دیوان عالی کشور در حال فرجام‌پایی برگرده با قاطعیت اجرا خواهیم کرد. رهبری سازمان مجاهدین خلق دستور قتل، تصفیه، اخراج و اتهامی که از جمله بارها دامن مخالفان نظام را گرفته. این اصطلاح فقهی بعد از انقلاب 57 وارد قوانین جزایی ایران شد و چنانچه فردی به آن محکوم شود مجازاتش اعدام خواهد بود. محمد رضا حبیبی در بخش دیگری از این سخنرانی خط و نشان کشید. اگر آنچه در سالهای 88-96 و آبان 98 رخ داده تکرار شود، قوه قضاییه به گفته او قاطع برخورد می‌کند. دلیل آنچه که آقای حبیبی اوضاع حساس کشور خوانده. چون در همه صحنه‌ها شکست خوردن و خودشون هم اقرار به این شکست دارن، در باب وادار کردن به ما مذاکره مجدد، در باب مسائل حقوق بشری، در بحث تحریم‌ها، در بحث 8 سال دفاع مقدس، الان به شدت عزیزان به دنبال شعله‌ور کردن مجدد آتش اختشاشات هستن. این مسئله‌ای که من می‌خوام اینجا خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم، از همه صحنه ها شکست خوردن، منتها به اختلافات داخلی امید بستن. مشخص نیست 7-8 نفر مورد نظر این مقام عالی قضایی استان اصفهان چه کسانی هستند. افرادی که آقای حبیبی صدور احکام افساد فی الارض برای آنها را جهت نمونه از برخورد نظام با مخالفان یا به گفته او معاندان نظام دانسته و هشدار داده مردم از تجمعات خودداری کنند. در میادین، در خیابان‌ها بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممکنه شما با هدف احقاق حق و مطالبه حق برید جلو، ولی کنترل از دست شما خارج میشه. در بحث بنزین در سال گذشته دیدیم. چند روز پیش مدافعان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که دیوان عالی کشور حکم اعدام 3 تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال 98 را تایید کرده.
احتمال اعدام بازداشت شدگان در کنار شمار نامعلوم کشته شدگان اعتراضات آبان ماه که سازمان عفو بین الملل آن را دست کم 304 نفر تخمین می‌زند و برخی منابع دیگر آن را بسیار بیشتر، شاید زهر چشم باشد برای جلوگیری از تکرار این رخدادها در روزهای پر التهاب برای جمهوری اسلامی ایران. علی همدانی، بی بی سی. پیشتر در این باره از رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس پرسیدم. واقعا باید خون گریست به حال حکومتی که به نام مصدف این سر کار اومده و حالا هم اونها رو داره به خاک و خون کشیدن تهدید میکنه. مثلا ریشش اینه که اقتصاد حکومت کفگیرش تای دیگ خورده. آقای لیلاس که همیشه تحلیل های خوشبینانه میدن، چند روز پیش نوشتن که اگر شهریور و مرداد و شهریور رو بگذرونیم مثلا به سلامت طی خواهیم کرد. حکومت جمهوری اسلامی الان ماکیاولیستی ترین حالت رو داره. دو تا اصل طلایی داره: حفظ نظام اوجب واجبات است، این یه اصله، و النصر و برهو. الان هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه یه تحلیل مشترک دارن که ما اهداف و تشکل‌ها رو مهار کردیم، سرکوب کردیم، مشکل شورش اجتماعیه. و یه تجربه من دوره شاه دارن که شاه همه اهداف رو سرکوب کرد ولی شبکه روحانیت رو حواسش نبود. ما باید مواظب این شبکه ها باشیم. من دو تا نمونه مثال بزنم. اخیراً دادگاه تجدید نظر جمعی از اون 77 امضایی‌های اصلاح طلب بود که 12 نفرشون، البته 5 نفر شرکت نکردن. در اونجا هم در گزارش اطلاع سپاه اون پرونده آوردن که ما نباید بذاریم اهل فتنه به خیابان و شورش وصل بشن. نمونه دیگه جمعیت امام علی که کاملا شفافه، داره کار خیریه میکنه. هر فشاری ما آوردن اینا پذیرفتن، گفتن که از اعضای ما سپاه بیاد باید مدیرتون بنشینه، گفتن بیاد بشینه، ما که چیز مخفی نداریم، مالیمون تمام تصمیماتمون علنی و شفافه، شما باید بیان در سازمان ملل شرکت کنید، یعنی ما پوز شما رو به جهان بدیم. این هم پذیرفتن ولی اخیرا اینا رو دستگیر کردن. روزنامه شرق دو تا تحلیل سایت شرق انداخت که اینها دنبال شبکه سازی هستن، دنبال وصل به فقرا هستن که اینا رو سر به زنگا بیارن تو خیابون. اینا اسلام اجتماعی رو دارن ترویج میدن، از زنده یاد گلزاده غفوری یاد میکنن، آقای عبدالله گلن تئوریسین اسلام اجتماعی در ترکیه یاد میکنن. یعنی نشون میده که حراس حکومت از این هست که دوباره فقرا به خیابون بریزن و اسم مصدفین رو عوض میکنن. سرهنگ نجات میگه اینا فقرای بی سواد هستن. واقعا ننگاوره کسانی که تا دیروز مصدف بودن و ملت همیشه در صحنه و قهرمان بودن، حالا میشن ملت فقیر بی سواد. این هم تهدید به خاک و خون کشیدن این اقشار هست. ریشش هم مصلحت نظام، برای مصلحت اسلام هم نه، دعوا که آقای منتظری با آقای خمینی داشت. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا حتی اسلام هم نه، مردم و ایران که هیچ. یعنی برای حفظ قدرت میشود هر کاری کرد و همه رو به خاک و خون کشید. این احکامی که صادر میشه، حکم مفسد فل ارض یکی از شدیدترین احکام هست که معمولا مجازاتش اعدام هست. هفته پیش هم 3 جوان دیگه به اعدام محکوم شدن. این احکام معنیش چیه؟ آیا هزینه اینقدر قرار سنگین بشه که مردم جرأت به خیابان آمدن نکنند؟ اینها این تصور رو میکنن. دهه 60 هم اینا افرادی رو دستگیر میکردن، در سطح دانش آموز اینا رو اعدام میکردن، عکساشون تو روزنامه میزدن، حتی اینا اسماشون رو نگفته بودن تو دستگیری ها رو، بنا به خطی که گروهشون داده بود. آیا اون جواب داد؟ آیا اون سرکوب مانع از این شد که تو برخوری که با اعتراضات دیماه 96 شد، آبان 98 شد، دیکتاتورها معمولا دیر درس میگیرن. اگر سرکوب جواب داده بود، اونم حکومتی که داعیه مصدفین رو داره، بخشی از نیروی سرکوبش از همینا هستن، دارن به شدت ریزش میکنن. اینها در واقع یک فواره در حال فروپاشی است که جمهوری اسلامی حواسش به این فروپاشی درونی نیست، مثل هیکل سلیمانی که موریانه داره از زیر در واقع پوسیده است و یه موریانی میتونه این رو سرنگون بکنه و این موریانی که حضرات نمیبینن درون پاشی خودشون است. ولی به نظر من جامعه مدنی ایران، فعالان حقوق بشری و هر انسان با وجدانی بایستی علیه این احکام و علیه این خط و نشان کشیدن های غیر انسانی که اصلا اکثر این بچه‌ها افراد بیکس و کارن، اصلا نمیدونن دادگاه چیه، اینها در اعتراض به فقر تو خیابون اومدن، باید اونچنان فشار سیاسی رو زیاد کرد و هزینه این نوع تهدیدها رو بالا برد و مفتضحش کرد که کار حکومت رو سخت کرد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. محمد موسوی خوئینی ها، دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، در نامه‌ای به رهبر ایران گفته مردم به نظام بی‌اعتماد شدند. آقای خوئینی ها در این نامه گفته بی‌عدالتی در کشور گسترش پیدا کرده و خواستار تغییر رویکرد مسئولان نظام شده. آقای خوئینی ها گفته هدفش از نوشتن این نامه جلب توجه نسبت به لزوم بازنگری در سیاست ها و مدیریت کشور بوده. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفته احکام صادره توسط غلامرضا منصوری باطل نمی‌شود. حسن نوروزی گفته حتی در صورت اثبات فساد آقای منصوری، احکامی که او صادر کرده به دلایل امنیتی قضایی باطل نخواهد شد و باید در روند بازنگری قرار گیرد. اخیراً جسد آقای منصوری در پایتخت رومانی پیدا شد. او متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی در قوه قضایی است و به گفته مقام‌های ایرانی از کشور فرار کرده بود. معاون وزیر ورزش ایران میگوید بحث پرورش اندام و حجیم شدن عضلات برای زنان مناسب نیست. مهین فرهادی زاد گفته در آنچه او فرهنگ اعتقادی خوانده، از زن به عنوان ریحان یاد شده و رشته های ورزشی مثل وزنه برداری، بوکس و بوکس با این نوع نگاه به زن جور در نمیاد. زنان در ایران اجازه فعالیت رسمی در رشته های پاورلیفتینگ و پرورش اندام را ندارند. رهبر ایران امروز در سخنانی گفته صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، شروع کننده مبارزه با فساد در داخل و بیرون این قوه بوده و از منتقدان کسانی که او بزرگان پاک دست خوانده گلایه کرده. این در حالی است که در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه، در حال برگزاری است. رهبر ایران در ادامه سخنانش از ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه، تقدیر کرده و گفته مبارزه با فساد به اوج رسیده. گفتگوی داشتم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و پرسیدم چرا آقای خامنه‌ای از اجازه بدید به بخشایی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای ابتدا گوش بدیم، بعد این مصاحبه رو ببینیم. اتفاقا هم در ویروس کرونا دست و دست ناآلوده، دست آلوده و ناپاک مایه انتقال ویروس هست، در فساد هم دست‌های آلوده و ناپاک موجب می‌شوند که فساد منتقل بشه و دست به دست بشه. مداقب در ویروس کرونا این دست رو اگر صابون زدیم و شستیم مسئله تمام میشه. اونجا دیگه اون دست با صابون زدن و شستن تمام نمیشه، جز قطع شدن چاره ای نه. و همطور که گفتم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در مورد صحبت آقای خامنه‌ای پرسیدم این که از صادق لاریجانی حمایت میکند به چه معناست. بعد از دادگاه اکبر طبری حملات زیادی به آقای لاریجانی شده بود و حجم عمده این حملات هم از سوی حامیان محمود احمدی نژاد و همینطور گروه مشهور به دانشجویان عدالت طلب بود که اونها به نوعی احساس قدرت می‌کردند که آقای صادق لاریجانی را تونستن حذف بکنن و حرفاشون درباره فساد در قوه قضاییه هم بعد از چند سال اثبات شده، اما رهبر جمهوری اسلامی نمیخواد اجازه بده که این گروه به نوعی دوباره قدرت بگیرن و همین که این ساختار فعلی موازنه قوا که وجود داره به هم بخوره، در این حال که به هر حال از آقای رئیسی حمایت کردن، نمیخوان که فعلا آقای لاریجانی بیش از این هم تضعیف بشه. این سخنان به این معنا خواهد بود که قاعدتا بنا نیست که پرونده آقای طبری فراتر از این حد فعلی بره و پای آقای صادق لاریجانی به اون باز بشه، مگر اینکه به هر حال بعدها معادله سیاسی تغییر بکنه. آقای خامنه این کار را در دولت آقای احمدی نژاد و بر سر موضوع فساد 3000 میلیارد تومانی هم کرده بود و زمانی که حملات به دولت شدت گرفته بود اون عبارت مشهور این پرونده رو کش ندهید به کار برد و الان هم به نظر نمیرسه چه اتفاقی میفته اگر پای آقای لاریجانی به این پرونده کشیده بشه. رهبر جمهوری اسلامی الان هم نمیخواد در واقع این پرونده کش داده بشه و پای آقای لاریجانی به میان بیاد، چون اگر این بحث مطرح بشه به هر حال بحث فساد رئیس قوه قضاییه مطرح بشه، خود رهبر جمهوری اسلامی هم به نوعی که 10 سال
او را حمایت کرده و حکم او را تمدید کرده زیر سوال میره و از سوی دیگه به نوعی درگیری در فضای سیاسی ایران و در بین خود اصولگرایان شدت میگیره و فعلا رهبر جمهوری اسلامی نمیخواد که این درگیری شدت بگیره و فعلا فضای فعلی که هر کدوم از طرف‌ها یک قدرت محدودی دارن اما قادر به حذف همدیگه نیستن و همچنان خود آیت الله خامنه‌ای قدرت اصلی هست و میتونه قدرت این افراد را افزایش بده یا کاهش بده. احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار در برلین. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. برای 8 نفر از معترضان سالهای اخیر در اصفهان حکم مفسد فی‌الارض صادر شده. بانک مرکزی ایران میگوید برای مهار نوسانات قیمت دلار ارزپاشی نمی‌کند. در ادامه برنامه، از قرنطینه محله کارگران بلغار در ایتالیا تا کنترل هوشمند جمعیت در سواحل بلژیک، اروپا برای جلوگیری از موج دوم کرونا چه کار می‌کند؟ در آستانه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، دولت افغانستان اعلام کرده حدود 1000 زندانی دیگر از اعضای طالبان را آزاد کرده. از طرف مقابل، گروه طالبان هم می‌گوید 34 نیروی دولت را امروز رها کرده. همزمان شبکه خبری CNN به نقل از منابعی در دولت دونالد ترامپ گفته آمریکا قصد دارد 4000 سرباز دیگر خود را از افغانستان خارج کند. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، به نظر می‌رسه که ادامه روند آزادی زندانیان با ادامه روند آزادی زندانیان دو طرف موانع روند آغاز گفتگوهای بین الافغانی الان برطرف شده باشه؟ تقریبا هر سه طرف جنگ افغانستان در حال حاضر نشانه های در این زمینه نشان دادن. مثلا ادامه آزادی زندانی طالب از طرف دولت افغانستان در گذشته تاکیدش این بود که فقط یک بخشی از زندانی طالبان رو آزاد میکنه، بقیه زندانی ها زمانی آغاز میشن که گفتگوهای بین الافغانی آغاز بشه. ولی ما میبینیم که الان بخش عمده ای از این زندانی آزاد شده، چیز حدود 4000. مشخص نیست که 1000 نفر باقی مانده از طرف طالب چه وقت آزاد میشه. این از طرف دولت افغانستان. از طرف گروه طالبان هم چندین بار هست که نیروهای امنیتی افغان آزاد میشن. همین امروز هم 35 نظامی دولت افغانستان طالبان گفتن که آزاد کردن. دولت آمریکا هم نشانهایی در این زمینه نشان داد، از جمله خروج سربازانش. به هر حال هر سه طرف نشانهایی را نشان دادن برای آغاز گفتگوهای بین افغانی که زمانش هم مشخص شده حدوداً یک ماه آینده و مکانش هم در اولین نشست مشخص شده، دوحه قطر. آمریکا هم با اعلام خروج سربازانش در حال عملی کردن توافقنامه قطر هست. بیشتر در این مورد چه چیزایی مطرح شده؟ رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که دولت آمریکا تصمیم گرفته تا پاییز آینده 4000 سرباز دیگر آمریکایی را از افغانستان خارج کنه و بعد از اون رقم آنها به چیز حدود 4500 نفر میرسه. با این حساب یکی از توافقات بین دو طرف، یعنی ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در قطر که صورت گرفته بود، خروج سربازان آمریکایی تا 9 ماه آینده بود. حالا بخش از این نیروها خارج شدن، میمانه نیروهای حدود 4500 نیروی دیگر. با این حساب میشه گفت که دولت افغانستان هم به تعهدات خود قدم به قدم در حال اجرایی کردنش. اما نباید فراموش کنید که همین شب گذشته هم نیروهای آمریکایی عملیات در قندهار انجام دادن که گفته میشه 15 شبه نظامی طالبان را از بین بردن. گروه طالبان در رابطه اظهار نظر تاکنون نکرده. متشکرم. علی حسینی در کابل. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته دو کارمند این نهاد صبح امروز بر اثر انفجار یک بمب جانشان را از دست دادند. این انفجار در ناحیه 12 شهر کابل رخ داده. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما و سازمان عفو بین‌الملل این حمله را محکوم کردند. رئیس جمهوری آمریکا برای پیگرد حقوقی افرادی که به مجسمه‌ها و بناهای یادبود آسیب می‌رسانند فرمان اجرایی صادر کرد. این فرمان همچنین کسانی را که شورشی و افراطیان چپگرا خوانده به ایجاد خشونت در جریان اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی متهم کرده. هفته پیش عده‌ای از معترضان به تبعیض نژادی در آمریکا تلاش کردند مجسمه اندرو جکسون از رئیس جمهوری‌های پیشین این کشور را که برده‌دار بود پایین بکشند. آقای ترامپ گفته بود به این اقدام واکنش سختی نشان خواهد داد.
شرکت لوازم بهداشتی لوریال گفته از این به بعد از کلماتی مثل سفید کننده و پوست شفاف برای معرفی و تبلیغ محصولاتش استفاده نمی کند. این شرکت محصولی را به عنوان روشن کننده پوست در آفریقا می فروشد. لوریال سومین کمپانی بزرگ آرایشی در جهان است که گفته در پی اعتراض‌ها به نژادپرستی در آمریکا و جهان در محصولاتش تغییرات ایجاد خواهد کرد. تهیه کنندگان انیمیشن آمریکایی خانواده سیمپسون گفتند دیگر از صدای بازیگران سفیدپوست برای شخصیت‌هایی که در این سریال از نژاد دیگری هستند استفاده نخواهند کرد. شبکه فاکس که این سریال را پخش می‌کند پیشتر به خاطر استفاده از صدای بازیگری سفیدپوست برای یک شخصیت هندی تبار این سریال مورد انتقاد قرار گرفته بود. مسئولان شهر لیورپول در بریتانیا گفتند جشن قهرمانی تیم لیورپول زمانی برگزار خواهد شد که گسترش کرونا از بین رفته باشد. این در حالی است که تعداد زیادی از هواداران این تیم بعد از قطعی شدن قهرمانی لیگ برتر فوتبال در خیابان‌های شهر جشن گرفتند. تیم لیورپول توانست بعد از 30 سال قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلیس شود. گزارش از ایران حاکی از افزایش قیمت مرغ در بازار آزاد تا کیلویی 20 هزار تومان است. کارشناسان اقتصادی میگویند دلیل افزایش قیمت مرغ گرانی ارز، گرانی غذای دام و طیور و همینطور سیاست‌های به گفته آنها اشتباه ستاد تنظیم بازار است. قیمت مرغ اول امسال به دلیل شیوع کرونا و بسته بودن هتل‌ها و رستوران‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. سیامک محیط‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. بیشتر بهمون بگو که دلیل این افزایش و این نوسانی که ما می‌بینیم در قیمت مرغ چی عنوان شده؟ دلایلش در واقع خیلی واضحه، همون چیزایی که خودت گفتی اونها اعلام شده در واقع توی خبرهایی که منتشر شده از اسفند و بهمن سال پیش تا الان که بررسی شده. در واقع این نوسانات قیمت مرغ در بازار از 13900 تومان در اسفند 98 بوده تا 8000 تومان در سال 99 در اردیبهشت سال 99 پایین اومده و الان امروز دوباره باز به 20000 تومان رسیده. این یکی از دلایل عمدهش این بوده که طبق گزارشی که شرکت پشتیبانی امور دام منتشر کرده و همینجور صحبت‌های در واقع اتحادیه صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی برای تامین نیاز بازار در عید 99 و همچنین ماه رمضان افزایش تولید در واقع جوجه ریزی داشتن تا 141 میلیون قطعه در روز و این افزایش تولید همزمان میشه با شیوع کرونا و کاهش میزان تقاضا با بسته شدن هتل‌ها و رستوران‌ها و تالارها و اینها مصرف مرغ کاهش پیدا میکنه تا 40%. این باعث میشه که مازاد تولید وجود داشته باشه و تا جایی که شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده که روزانه 1500 تن مرغ مازاد رو خریداری کرده. این رو در واقع اتحادیه صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی هم تایید میکنه، میگه که این افزایش 30% و کاهش 40% باعث شد که مرغدارا مرغی رو که بیشتر از 10000 تومان براشون هزینه پرورش داشته تا کیلو 6000 تومان 6500 تومان به فروش برسونن. اما نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که چهارم تیر ماه گوشت قیمت تصویب شده مرغ 15000 تومان اعلام شده، اما اتحادیه صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی میگه که ستاد تنظیم بازار این قیمت رو بر اساس ذرت کیلوی 1800 تومان و سویای 2450 تومانی تعیین کرده. این در حالی که دولت حتی 30% میزان نیاز مرغداری ها رو هم نمیتونه با قیمت مصوب تامین کنه و الان ذرت بالای 2800 تومان و سویا در بازار با قیمت 7000 تومان برای مرغداری ها به فروش میرسه و این خودش باعث میشه که این در واقع قیمتی که تعیین شده برای مرغداری ها به صرفه نباشه. یک دلیل دیگه ای هم که مرغداری ها دارن در واقع اشاره میکنن بهش اینه که واسطه گری که دلالا و کشتارگاه ها با پشتیبانی شرکت پشتیبانی امور دام داره انجام میده، به گفته اونها دست اونها رو از ارتباط مستقیم با شرکت پشتیبانی امور دام قطع کرده و این باعث شده که اونها نتونن قیمت واقعی رو به فروش برسونن. توی در واقع اردیبهشت ما از مرغدارای خیلی زیادی ویدیوهایی داشتیم که به دلیل نرسیدن مواد مورد نیازشون در واقع نهادهای خوراکی که برای مرغ ها استفاده میشه تعداد زیادی از سالن های مرغداریشون رو بسته بودن و مرغ ها
گرسنه بودن و مرغ‌ها وقتی گرسنه بمونن ظاهرا از خودشون تغذیه میکنن و این باعث شده بود که تعداد زیادی مرغ تلف بشه. اعتراضات زیادی داشتیم بابت مرغداری ها که حتی ویدیویی داشتیم که یه مرغدار تمام مرغ‌هایی رو که داشته بود آورد و جلوی وزارت رفاه و وزارت سمت رها کرد توی خیابون. در واقع این افزایش قیمت مواد لازم برای پرورش مرغ باعث شده این تنظیم قیمت برای مرغداری ها نصرفه و همچنین دلالی میتونه این قیمت افزایش قیمت مرغ تو بازار به همراه داشته باشه. سیامک محیط زاده، متشکرم. تعداد مبتلایان کووید 19 در بعضی از کشورهای اروپایی دوباره در حال افزایش است. در ایتالیا پلیس و ارتش به شهر موندراگونه اعزام شدند، جایی که شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد تنش بین مردم محلی و کارگران مهاجر شده است. سایمون جونز گزارش می‌دهد. آشوب در خیابان‌های موندراگونه. مردم محلی کارگران بلغاری مزارع را متهم به گسترش ویروس کرونا می‌کنند. اما کارگران می‌گویند فقط می‌خواهند اجازه بیرون آمدن داشته باشند تا بتوانند خرج زندگیشان را تأمین کنند. حالا این مجتمع که محل زندگی کارگران بلغاری است برای 2 هفته قرنطینه شده. البته پس از اینکه بیش از 40 مورد ابتلا به کرونا در اینجا تشخیص داده شد. اینجا محل کار زندگی منه. الان 4-5 روزه که تو قرنطینه هستم. برای اعمال مقررات قرنطینه نیروی کمکی آوردند و اخطار دادند که اگر موارد ابتلا به کرونا همچنان بیشتر شود کل شهر قرنطینه خواهد شد. باید این 5 ساختمون را در قرنطینه نگه داریم. معنی قرنطینه سفت و سخت اینه که به مدت 15 روز هیچ کسی اجازه ورود و خروج از این ساختمون‌ها را نداره. پرتغال هم تحت فشار قرار دارد. از این صحنه‌های پر از مسافر در قطارهای لیسبون چنین برداشت می‌شود که زندگی به حالت عادی بازگشته. اما به دنبال افزایش شدید موارد ابتلا که بیشترشان در پایتخت بود، ساکنان 19 محله لیسبون از هفته آینده نباید از خانه بیرون بیایند، بجز برای رفتن به سر کار یا خرید اقلام ضروری. عده زیادی در خیابونان. می‌ترسم کرونا بگیرم. حال مادرم خوب نیست و نگرانم که شاید ویروس رو با خودم به خونه ببرم. در بلژیک اوضاع بهتر است و سواحل دریا باز. تلفن همراه مسافرها ردیابی می شود تا اگر ساحلی بیش از حد شلوغ شد به آنها اخطار داده شود. فاصله گذاری اجتماعی اینطور احتمالاً بهتر رعایت می شود. آنها می خواهند از وجود چنین صحنه هایی که چند روز پیش در بریتانیا اتفاق افتاد جلوگیری کنند. مقامات بریتانیا گفتند عده ای از آزادی رفتن به ساحل دریا سوء استفاده کرده اند. سایمون جونز، BBC نیوز. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.